بعد خدمت شما عرض کنم که به دو تا حوزه است که واسه بهش پرداخت. اینجا ما دید تو کانادا زندگی می‌کنیم، دید کانادایی داریم به سیاست یا دید ایرانی داریم. تو دید ایرانی آقا هر کسی که آقا هر چی گفت اصلا نباید تعبیرش گرفت، نباید حرف زد، نباید پاسخ داد، چون یارو آدم نیست، عددی نیست، کسی نیست دیگه. خودم که مکتبی بزرگ شدم که دیگه میدونیم دیگه مکتب مجاهدین دیگه سالها بودیم. این های بار دیگه چون آقای وکیلی باید نیست بزنیم یک بار این دوستمون و یک بار ایشون گفت این حق رو من دارم که مجاهدین میگن. همه دوستانی که اینجا هستن یه جمله آقای تاج‌دولتی من با افتخار گفتم هوادار مجاهدین بودم هستم، از هیچ کسی هم ابایی ندارم، ولی صحبت مجاهدین رو تو تمام کارهای اجتماعی 20 سال از اول گذاشتم مجاهدین بنابراین هر کاری که خود شما بودین من مدارکش هم آوردم. 13800 نفر توی برنامه چهارشنبه شوری شرکت کردن. 13000 برای شما شرکت کردن؟ نه خیر، برای شما و برای شما ولی من شما رو بحث نفر نمیخوام. صحبت داستان هم سیاسی نماینده نداره اینجا صحبت شما که جلسه بگم صحبتو نکنید. انقلاب نده آقا. انقلاب نیست. شما هر کسی بنده شما لطف کنید. چون چیزا رو نمیدونید. همینجوری یه چیزایی رو میشنوید. ببین دیالوگ چه وقتی نیست؟ داستانش هم دیگه سر هفته من نشده جای حرف بزنم. اگر حرف بزنم حتما یه داکیومنتشو دارم یا میگم به نظر میرسه. بنابراین اینجوری میگم که دارم میگم برای اینکه بعضی کلیر شه هر چی هم هست اینجا ما هستیم میگم نیستش بریم آقا یا حالا بود. آها ببینید بس بنابراین میگید الان میفهمید که خیلی از بحثیه. وقتی کانفلیکت اف اینترست میشه میبینیم جانچولی میاد میشه شهردار میگه آقا من دیگه تو راجرز نیستم، توی فلانجا نیستم. رهبر میلیونر کوبکی میاد پارتی کوبکوا وقتی میشه میگه آقا من اگر بشم میشم کوبکو سپریتیست میکنم استقلالش میکنم، ولی میگه آقا من که میام چیز میشم دیگه از اون کم چیز میره میره تو مجلس میگه آقا تمام بخش کوبکو که بزرگترین کمپانی پابلیشینگ کاناداست رو میگه آقا من میدم دست یه نفر دیگه بهش میگن کانفلیکت آف اینترست. همتون هم میدونید. ببینید دوره قبلی شروع شد دوستمون آقای فرخ زندی هر جا میشد میگفتن آقا دو تا کلا دارید، یه کلا لازم بود میشدن سکولار سبز، یه کلا میشدش کنگره. هیچ هم اشکال داره به نفسه به نظر من سیاست هر کم که سیاسی کار خوب میکنه. سیاست خیلی هم زیباست، خیلی هم قشنگه به شرطی که آدم شفاف باشه. اونها که زیرا میبینن اونها که مشکل دارن، اونها که میگن پشت در با کم نه این مظلوم اصلا اینجا نیست دارم کل دارم هارپر یا هر چی یا هر چی دیگه میده روی این برای این بحث اگر مسئله اینه مشکل مثلا به کنگره کار کانادا که مهدی هم توشه وقتی می نویسه کنگره کار کانادا هر کی رو محکوم میکنه تشکیل میده به نامه هارپر می نویسه آخری زیرش می نویسن که اون کنگره نماینده 2,300,000 تا آدم هم. یعنی زیرش می نویسی که آقا ما کی؟ چون یه دونه کنفدراسیون دیگه هم هست دست راستیه اونا هم یه سری اعضا دارن هم اکثر از افتاس چقدره سی ای دبلیو که می نویسه زیرش می نویسی که ما نماینده اتحادیه کارگری کانادای اتومبیل سازی ها هواپیما سازی نمیان بگن ما نماینده همه کارگری کانادایی. بحث ما با کنگره اینه که they are a voice of community of Iranian ولی میرن متاسفانه دیده شده نمونش میرن تو سرا میگن آقا ما نماینده همه کامیتی دادیم. نمونش آخرین چیزی هم که اومدن اصلا موضع شدن درست خیلی هم قشنگ اومدن میگن آقای هارپر تسلیت میگن از طرف جامعه ایرانی برای اون حرکتی که حرکت اون دیوانه که در پارلمان کرده. به بحث دیگه است البته ان دی پی میگه که این حرکت تروریستی نیست هارپر و محافظه‌کارا میگن هست ولی بحثش بحث دیگه است. خب آقا توی انگلیسیش می‌نویسن آن بیهاف آف ایرانیان کامیونیتی تو ترجمه‌اش می‌نویسن آن طرف آن بیهاف آف کنیدین ایرانیان کانگرس ما یه نامه برش می‌نویسیم میگه لطفا اینو تصحیح کنید بعد از 3 هفته رو جوابی نیست. خب ما هم نوشتیم آقا اگه نکنی من به عنوان دو تا نهادی که یکیشو پرزیدنت شم فرهنگی یکیشم که به عنوان که سیاسی میگم آقا حالا به قرار جورنالیستیش میگم آقا خب اگه نمی کنید قرار هم نیست درستش کنید. خب ما میریم از طریق قانونی چون تو کانادا هستیم که به نفع کامیتی ایرانی هم تکنیکالیتی نیست ولی ببینید هیچ کسی پاسخ نمیده. آقای کاوش هر روز میره پاسخ نمیده تا میره بابا به خودتون که رفتید آقا کاری ندید میگه آقا من اومدم شما اومدی اینجا میگی آقا من دارم پاسخ میدم به چیز برید بود میگه آقا ببین من لیستم اینه من این پولو خرج کردم. خیلی هم جالبه که فرقی بودی آقا هفت ببینید داستان منو بریم اینه دوستان ما توی کنگره هر روز که میرن میگن آقا ما نماینده کامیونیتی ایرانی هستیم
If I am right, please correct me. بحثی نیستش که این آقای واقعا شما تا حالا شده که بعدا نیست بدونیده تو گوره صد نفر اولیهشون برای نسل جوان میگم با حضور من مخالفت شد مهرداد گفت من از تو دفاع کردم که بیای ولی مخالفت کردن صد نفر اولی که قرار بوده بیان توی چیزه توی این مملکت قانون رو بنویسن درسته مهرداد؟ گوره صد نفر اولیه دوزه دعوت شده ها با حضور من مخالفت میشه آقا تو این مملکت داره هر چی هست اگر ما خبرنگار نیستیم خوشبال کامیتی کسی که 400 تا برنامه تلویزیونی هنوز خبرنگار نیست خب دیگه بس دیگه مشکل بقیه است دیگه مشکل ما چه نیستش که ببینید وقتی از اون اولش این معماری رو کج میذارن همینجوری میره کرد همون سال 2007 من نامه نوشتم یه مقاله بود در رابطه با چیز بود در رابطه با کنگره بود نوشتم که چی شده بود کیا بودن و اینا خانم از عباسی میگم میتونه خودشون هم میدونن گفتش که آقا برشی دو کنگیره برزی چیز میشن بهارشون بدیم هنوز گنده میشن حالا اینا گذشته که همه اینا گذشته رفت بید بحث مهمی هم که هست اینجا من جمعی بش کنم اینی که مشکل نیست کنگیره باید باشه ولی بابا تا حالا این کنگیره رفته تا حالا تو میسیس آقا رفته تو اوشابا رفته اوتابا رفته پرنسس آیلند رفته تو ونکوور آخه بابا درده ما که ونکوور یکی نیست ما مشکل اون یکیش برفه تو اینجا آخه ونکوور یکی مشکل برف ندارن اینا نشکل آخه ببینید آره رفتیم فقط با تو حوزه میدون ملت من ما وایسادیم میگیم آقا ما نماینده همه کامیونیتی ایرانیم به قول آقای صمد اسدپور تو مقالهشون می‌نویسن 162,000 تا ایرانی تو اینجاست خب آقا شما در بهترین شرایط که میگید زحمت کشید تو کنگره رو داشتی 900 تا آدم بیشتر نیومدن which is the greatest news for the community بزرگترین ائتلاف بوده دستتون هم درد نکنه خب آقا بعدش چی شد؟ بعد چرا اینا رفتن؟ ما بودیم توشون رفتن؟ ای خواهد بگم آخه چی بگم همه چی بگم آقا اینه اگه یه کامیونیتی به خاطر اینکه مثلا دو نفر منتقده همه چیش به هم بخوره که اون دیگه کامیونیتی نیست آقا که دیگه بنابراین به جایی که پاسخ میبینید ببین همین الان شده دوستان چهار تا از چیزا هستن آقا شما هم که هستید اون آقایی که ما دادیم بهتون هر روز سه هفته است که جواب به ما نه حتی تصحیح هم نشده تو متنتون تو صفحه اینم که تقصیر ماست خب ببینید اگه ما رفتیم بعدم پیش آقای هارپر بعدم گفتیم آقا اینا نماینده نیستن توف سربالا رو کیه سعید جان میگم مشکلات مثلا اگه بخوایم مطرح بکنیم خیلی زیاده در ارتباط با کنگره به اصطلاح خیلی چیزا رو باید مطرح بکنیم خیلی اون نظرات موافق مخالف بده ولی اجازه بدین امروز ما فوکسمون رو اون حرکتی باشه که انجام دادیم و میخوایم به ثمر برسونیم من خیلی خوشحال میشم که واقعا یه جلسه دوستان بگذارن همه و همه درش شرکت بکنن و راجع به اینجور مسائل بحث بکنن همه صحبت بکنن اون به نظر من خیلی خوبه بعد از سریش بله خب تا یه حدی هم خب ما گذاشتیم بشه دیگه ولی بله ولی خب سعی کنیم تا جایی که میشه بپردازیم به اون مسئله اصلی شهرام صحبت من در واقع با صحبتم همین بود که الان مهرداد کرد میخوام یه مقدار بحث برگردونم سر موضوع اصلی جلسه امروز که اینکه کلا قدم بعدی ما بعد از اینکه این پتیشن انجام شده چی میتونه باشه من خودم شخصا خیلی معتقدم به اینکه خود مسئله برکنار شدن یا نشدن کردن یا نکردن آقای بنایی هیچ دردی رو دوا نمی کنه یعنی واقعا من معتقد هستم که اگر ما از همین امروز بخوایم شروع بکنیم یه پروسه ای رو برای اینکه آقای بنایی رو از یه راه قانونی برکنار کنیم از هیئت مدیره دست کم خیلی اگر بخوام واقعا خوشبینانه صحبت بکنم سه ماه طول خواهد کشید تا واقعا جلسه برگزار بشه به اون جلسه رای گیری بشه و فلان و فلان پنج ماه دیگه آقای بنایی باید به طور طبیعی باید کنار برن یعنی من شخصا فکر نمی کنم که واقعا پافشاری روی این مسئله ما رو نهایتا به جایی برسونه به غیر از اینکه کل آی سی سی رو ممکنه که توی یه حالت انستیبلی قرار بده که واقعا کل به صورت وجود آی سی سی زیر سوال قرار بگیره اما اون چیزی که برای من مهم هست اینه که واقعا مسئله این نیست که ما از نظر شخصی من خودم واقعا آقای بنایی رو
خیلی زیاد نمیشناسم. حقیقتش اینه که پارسال وقتی که با اون هیئت مدیره قبلی ما مشکل داشتیم و نامه نوشتیم و بحث داشتیم و فلان، آقای بنایی یکی از پایه‌های ثابت اون اعتراض بودن و زیر تمام نامه‌ها رو امضا کردن، حمایت کردن از اون کاری که شروع شده بود پارسال با هیئت مدیره قبلی. و امسال خودشون وقتی که رفتن، اولی که جدا شدن از این به اصطلاح حرکتی که سال پیش شروع شده بود و رفتن اون طرف قضیه و خودشون ریاست کنگره رو از دید من غیرقانونی به عهده گرفتن، دقیقا همون کارهایی رو کردن که به همون مسائلی رو دست گذاشتن که پارسال داشتن بهش اعتراض میکردن، مسئله شفافیت، مسئله قانون بودن، به اصطلاح پابلیک بودن صورت جلسات و فلان فلان. در مجموع برای من واقعا زیاد مهم نیست که آقای زندی رو ما با هر زوری و هر فشاری کنار بذاریم، آقای بنایی رو بیاریم جاش. حالا دوباره دور هم جمع بشیم، آقای بنایی رو برداریم، آقای خانم اکس رو بذاریم جاش، آقای خانم اکس رو برداریم، خانم یا آقای ایگره رو جاش بذاریم و دوباره همین داستان تکرار بشه و پیش بره و دوباره اینجا جمع بشیم. کسی بگه من 950 نفر آدم آوردم، کسی بگه 300 نفر بیشتر آدم نیاوردیم. یعنی من فکر میکنم که واقعا مشکل کنگره خیلی بنیادی تر از این حرف هست. یعنی باید یه مقدار روی مسائل اساسی تر این قضیه صحبت بکنیم. مثلا خود این قضیه که آیا اصولا یک فردی که مستقیما منتخب اعضا نیست، آیا یه همچین فردی آیا اجازه داره ریاست کنگره رو به عهده بگیری یا نه؟ این شخص میخواد آقای بنایی باشه، میخواد هر کسی اکس اگرای هر کسی دیگه میخواد باشه. این هست که مسئله است و این قضیه اتفاقا ما توی اون اساسنامه، توی بررسی اساسنامه واردش کردیم و برای اطلاع آقای وکیلی میگم که این اساسنامه نهایتا به یه جای رسید، حالا کم یا زیاد و تمام اشکالاتی که خود من هنوز به این به اون چیز نهاییش دارم به یه جای رسید و ما به موقع اینو به هیئت مدیره تحویل دادیم برای اینکه جلسه فوق‌العاده با اختصاص 30 روز برای بررسی اعضا به موقع قبل از روز 11 نوامبر تشکیل بشه و روز 9 نوامبر این قضیه تصویب شده بود. یعنی به وسیله هیئت مدیره مدت‌ها پیش روز 9 نوامبر تصویب شد برای اینکه جلسه عمومی گذاشته بشه و ما هر هفته‌ای که اینجا دور هم جمع شدیم اون جلسه بررسی اساسنامه که آقای بهروز آموزگار و آقای رضا قاضی هم توش بودن، هر هفته ما از ایشون می‌پرسیدیم که نظر هیئت مدیره تا الان چی هست و هیئت مدیره هر بار کار ما رو تایید می‌کرد تا روز آخر. وقتی که ما این بررسی، این اساسنامه بررسی شده یا پیشنهادی رو نهایتاً تحویل هیئت مدیره دادیم، هیئت مدیره تا الان هیچ کاری نکرده برای این کار. یعنی چی؟ یعنی که هیئت مدیره نظر مجمع عمومی کنگره رو زیر پا گذاشته. دوستان محترم، مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری توی هر نهادی هست. مجمع عمومی از اساسنامه بالاتره و اساسنامه از هیئت مدیره بالاتره. این هایرارکی یه سیستم است. مجمع عمومی اگر اینجا تشکیل بشه و بگه امروز تمام اساسنامه رو زیر پا می‌خوایم بذاریم و هیئت مدیره باید همه استعفا بدن، هیئت مدیره همه باید استعفا بدن، حرفی بالاتر از حرف مجمع عمومی وجود نداره. و این هیئت مدیره از آقای بهروز آموزگار گرفته تا آقای فرهنگ فرید تا آقای بهمن رودگرمیا تا آقای تون پنج نفر دیگه که عضو قانونی هیئت مدیره هستن، حرف مجمع عمومی رو زیر پا گذاشتن و مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع قانونی تصمیم گیری توی هر نهادی میتونه از این هیئت مدیره بخواد که همه با هم استعفا بدن و یه
انتخاب انتخابات جدید برگزار بشه. به نظر من این کار درستی نیست، ولی این کار میشه. اگر مجمع عمومی تشکیل بشه و یه همچین چیز بشه، من خودم باش موافق نیستم که همچین کاری بشه، اما این کار میتونه بکنه، این اجازه رو داره هیئت مدیره این مجمع عمومی که این کار رو بکنه. و به نظر من برای مرحله بعدی، برای قدم بعدی راه‌های زیادی وجود داره. یه مسئله‌اش راه حل قانونی هست، یعنی اینکه ما بتونیم با یه وکیل صحبت بکنیم و نظری وکیل رو جویا بشیم که این کار آقای بنایی در رابطه با حمایت از یه کاندید به خصوص غیر ایرانی چه چیزی داره، چه به اصطلاح کجا وایسته از نظر قانونی. این یه راه حل خیلی خیلی ساده و شدنی هست. وکلای زیادی الان میتونن به ما کمک بکنن. مسلماً کسانی که وکیل هستن، خود به روزآموزگار وکیل هست، میتونه شاید کمک بکنه که کسی رو معرفی بکنه که متخصص این قضیه باشه، که ما با یه وکیل صحبت بکنیم که با این کار آقای بنایی اولی که از لحاظ قانونی درست بود یا نبود، و اگر درست نبوده ما چه کار میتونیم بکنیم، آیا از لحاظ قانون اونتاریو آیا این اجازه رو داریم که به آقای بنایی رو مجبور بکنیم که استعفا بده و کنارگیری بکنه یا نه. این راه حل اول هست. راه حل دوم مسئله مجمع عمومی هست. مجمع عمومی فوق العاده دو تا به اصطلاح اپروچ بهش میشه داشت. از طرف اگر ما از راه اساسنامه فعلی بخوایم پیش بریم، اساسنامه فعلی میگه مجمع عمومی رو 20% اعضا به علاوه 40 نفر میتونن تقاضا بدن. نه 20 نفر به علاوه 40 نفر. من تو اونجا که دارم 20% به علاوه 40 نفر. آقای زیرشتنی یادتون هست من فکر کنم حداقل 40 نفر، یک درصدی از اعضا به علاوه 40 نفر. حالا به هر حال اساسنامه یه چیزی داره میگه مثلا این تعداد آدم که اگر من اشتباه نکنم و 20% به علاوه 40 نفر باشه، با احتساب این که اعضای کل کنگره در حال حاضر حدود 400 نفر هست، 20% به علاوه 40 میشه 120 نفر. یعنی 120 نفر باید زیر یک نامه امضا بکنن و تقاضای مجمع عمومی بکنن. این کار چندان مشکل نیست. ما آلردی 125 نفر کسانی هستن که امضا کردن که تقاضای برکناری آقای بنایی رو داشتن و مسلما میتونیم 120 نفر آدم رو جمع بکنیم. این کار ساده ای است. راه حل دوم که با این یه مقدار فرق داره اینه که این قانون اساسنامه با قانون اونتاریو در تضاد هست. این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم. اونتاریو که قانونش مسلما بالاتر از قانون اساسنامه فعلی کنگره هست، میگه 10%. 10% با احتساب این که ما اگر فرض کنیم 400 نفر این کنگره عضو داشته باشه، 40 نفر اگر تقاضای یه مجمع عمومی رو بدن، از طریق دادگاه ما میتونیم هیئت مدیره رو مجبور بکنیم که مجمع عمومی رو تشکیل بده و توی اون مجمع عمومی میتونیم اون به اصطلاح اجندای مجمع عمومی اون چیزی خواهد بود که این 40 نفر بگن، نه چیزی که هیئت مدیره بگه. اجندا رو این 40 نفر تعیین میکنن و به نظر من یکی از مسائلی که توی اون اجندا باید حتما بررسی بشه و گنجانده بشه این هست که اون به اصطلاح پیشنویس جدید اساسنامه که تهیه شده اون به رأی عمومی گذاشته بشه. یکی از بندهای اون پیشنهادی اون اساسنامه جدید این هست که یک شخص غیر انتصابی اجازه نداره غیر انتخابی یعنی که منتخب مستقیم اعضا نیست، اجازه نداره که ریاست هیئت مدیره رو به عهده بگیره. اگر ما از این اپروچ پیش بریم و اگر این کارو بکنیم و اگر از طریق دادگاه اونتاریو هیئت مدیره رو مجبور بکنیم که این مجمع عمومی رو برگزار بکنه و توی اون مجمع عمومی ما این بند و حداقل حالا کل اساسنامه رو من زیاد واقعا الان برام درجه اول اهمیت نیست، اما در درجه اول اهمیت اگر ما این یک بند اساسنامه رو توی اون
مجمع عمومی بتونیم به تصویب برسونیم، خود به خود آقای بنایی خیلی محترمانه ازشون خواهیم خواست که چون با این بند اساسنامه مغایرت داره ریاستشون، بهتره که استعفای بدید. این کل صحبتی بود که من کردم برای آقای بیژن. من فکر کنم همه صحبت‌های که دوستان کردن دو تا مطلب کلی میتونیم در واقع کاتگورایزش بکنیم. یکیش بحث همین پتیشن بوده و زیر پا گذاشتن اساسنامه.